هوش مصنوعی تقریبا کلمه که این روزها هممون داریم میشنویم یعنی هیچ جایی نیست توی اخبار تلگرام حتی تو محافلی که داره صحبت میشه و تا حدی موضوع هوش مصنوعی هایپ خبری شده که گاهن میبینیم که یک تبدیل عکس هم زیرش عنوان میشه که توسط هوش مصنوعی این کار انجام شده در صورتی که خب مفهوم خیلی فراتر از موضوعات به این شکل هستش که داره عنوان میشه و خب موضوعی هم هستش که خیلی از متفکرین خیلی از حالا اصولا توی آثار هنری فیلم ها میبینیم که بهش اشاره شده بود حتی در چند سال گذشته و یکی از خب برجسته ترین آثاری که اومد هوش مصنوعی رو به صورت اثرگذار توی لایه های زیرین شخصیتی انسان و توی تعاملاتش اومد بررسی کرد خب ام، توی اسلاید هست می‌بینیم فیلمی بود به اسم فیلم هر که از جنبه‌های خیلی متفاوتی اومد به موضوع نگاه کرد و از این جهت اومد بررسی کرد که هوش مصنوعی که ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم صرفاً بحث بحث تکنولوژی نیست بحث بحث تغییراتیه که توی ما به وجود میاره توی ارتباطاتمون توی نگاهمون توی تعاملاتمون مفهوم عشق تغییر کرد مفهوم تنهایی تغییر کرد مفهوم تعلق خاطر تغییر کرد مفهوم حسادت به داشتن معشوق تغییر کرد پس هوش مصنوعی که اومد مطرح شد یه ذره متفاوت از چیزی بود که ما امروزه خیلی جاها صحبت میشه و تعابیر اولیه که از حضور هوش مصنوعی میشه به این شکل که مشاغل از دست میرن یا افراد نگران این باشن که هوش مصنوعی داره جایگزینشون میشه و یا در حقیقت کنار جذابیت که داره خیلی وقتا ترسا و نگرانی‌های رو ایجاد میکنه ولی نوع نگاهی که امروز میخوام با شما به اشتراک بذارم نوع نگاه متفاوتیه و عملا آنچه که از هوش مصنوعی ما داریم میبینیم نوک کوه یخی هستش که داره اتفاق می‌افته و اگر بخوام یه تعریف خیلی ساده و راحت از هوش مصنوعی داشته باشیم خب به اینجا میرسیم که هوش مصنوعی عملا همون ادراک استنتاج و تعامل و در حقیقت این گونه رفتار هست که توسط ماشین انجام میشه یعنی همانچه چه که توسط انسان انجام میشد از اینجا به بعد ما باید شاهد اونا باشیم که توسط انسان انجام میشه پس اگر راجع به هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم راجع به این مفاهیم داریم صحبت میکنیم یعنی این اتفاقات در دنیای ماشین و تکنولوژی خواهد افتاد و به مشابه همانچه چه که برای انسان ها اتفاق می خب دو بود داره بود کیفی داره بود کمی داره هوش مصنوعی به واسطه تکنولوژیک بودنش قطعا از انسان بسیار بسیار پیچیده تره بسیار قوی تره ولی خب تو بود کیفی تردیدای بسیاری وجود داره برای مفاهیمی مثل که مفاهیمی مثل دلتنگی مفاهیمی مثل عشق مفاهیمی هستن که همچنان مورد بحث و مناقشه هستند که خب خیلی وقتا این موضوع مطرح میشه که ما باید هوش مصنوعی از جور مناظر بتونیم از هم تفکیک بکنیم عملا این آتیشی که این روزا میبینیم تو بمبای خبری اتفاق میفته توسط این آقا اتفاق افتاد بلیک لموا کارمند گوگل که به خاطر افشای اطلاعاتیشون اخراج شد حدود یک سال پیش بود تو یکی از خبرها اومد که گفتن که لامبدا موتور هوش مصنوعی که گوگل در روش کار میکنه سنتینت شده به آگاهی رسیده هوشیار شده از اونجا به بعد بود که ما دیگه شاهد یه هایپ خبری بودیم که هوش مصنوعی داره به آگاهی میرسه خیلی بیشتر از جنبه نگرانی به موضوع نگاه کردن خب چند تا بود داره دیگه معمولا تکنولوژیست ها اینجور وقتا خب خیلی هیجان زده میشن به نسبت اتفاقاتی که داره میفته برای هوش مصنوعی و پیشرفت تکنولوژیک ولی خب ما اصولا تکنولوژی میتونیم از یه بوده دیگه بود هم ببینیم دیگه یعنی اصولا یک یک نوع نگاه هست نگاه فلسفه تکنولوژی میاد به موضوع نگاه میکنه نگاهی هستش که معمولا میبینیم متفکران نسبت به اینجونه به اینگونه اتفاقات و اثرایی که بر روی انسان زندگی میذاره نگاه میکنن اونجا بود یه سری مباحثی مطرح شد یه سری نگرانی‌هایی مطرح شد ولی خب اگر بخوام خدمتتون بگم که استارت این داستانا از کی خورد استارت خبری اجتماعیش وگرنه اگر بخوایم قبلتر برگردیم از حدود سال 1950 فعالیت‌ها برای تولید توسعه هوش مصنوعی استارت خورد ولی خب یه نکته هست اصولا انسان وقتی با یه پدیده جدیدی مواجه میشه به خاطر اینکه مدل فکریش هنوز سازگاری پیدا نکرده با اون پدیده یعنی به دوران قبل از اون پدیده با مدل فکری قبل از اون پدیده داره ایجاد نگرانی میکنه برای بعد از اون پدیده یکی از قش بهترین نمونه اعتراضی بود که معلمان سال 1988 که من هفت سالم بود نسبت به استفاده از ماشین حساب داشتن یعنی شروع کردن به اعتراض کردن که استفاده از ماشین حساب درست نیست خیلی تو مدرس نباید باشه بچه نباید چون رو حافظه تاثیر میذاره و مسائل این چنینی و ما امروز که داریم صحبت می کنیم به هوش مصنوعی داریم صحبت می که اون ماشین حسابی که سال 1988 ازش نگران بودن تقریبا اون چهار عمل اصلی رو داشت انجام میداد حالا به واسطه حالا به علاوه لوگاریتم و جذر و این مسائل این نگرانی از کجا می اومد چون نمیتونستن ببینن که جلوتر چه اتفاقی داره میفته و امروز که ما اینجا باستدیم، داریم راجع به یه ماشین حساب خیلی پیشرفته داریم صحبت میکنیم که نگران هستیم که بیاد جای ما رو بگیره یعنی اون شکلی از نگرانی که برای هوش مصنوعی مطرح میشه از این جهته که بیشتر میاد جای ما رو بگیره خب حکومت ها دولت ها میتونن واکنش های مختلف داشته باشن چه که دیدیم که برای چت جی پی تی کشور ایتالیا اومد محدودیت هایی در نظر گرفت محدودیتی که ایتالیا در نظر گرفت از جنس محدودیت فیلترینگ نبود از جنس محدودیت برای نگرانی برای حریم خصوصی افراد بود و برای این نگران شدن چون بحث حالا نفوذ هوش مصنوعی توی زندگی انسان میتونه از دو جنبه کنترل بشه و خیلی این بحث هستش که ما باید دنبال رگولت کردن یا قانونمند کردنش باشیم رگولیت کردنش دو منظر داره توسعه و بکارگیری Development و دیپلویمنت تو قسمت Development عملا نمیشه جلوی هوش مصنوعی گرفت همونطور که جلوی توسعه بمب اتم گرفته نشد که تازه یه تشکیلاتی بود خانه ای بود سوخته موشکی بودن ما با یه سری پدیده‌های فیزیکال بزرگ طرف بودیم تو بحث Development هوش مصنوعی دیگه کاملا میره توی دیتا دیتا سنتر ها و مثلا کشوری مثل چین و کشوری مثل روسیه بنا به مقاصد و که دارن عملا توسعه میدن ولی قسمت دیپلویمنت یه ذره تر میشه که حالا بکارگیری میشه که تو بحث بکارگیری تجربه نشون داده که معمولا کشورهای حوزه اتحادیه اروپا قانونگذاری بهتری انجام دادن پس این نگرانی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم کنیم راجع به هوش مصنوعی به صورت کلیت از دو جنسه بکارگیری و توسعه که حالا از دو منظر راجع بهش صحبت کردیم برای همین نگرانی وقتی اتفاق افتاد در همون ابتدا تو همین چند ماه پیش یه ها تو خبر اومد که هزار نفر چون روی این عدد هزار تاکید شد اومدن گفتن که هزار نفر از متفکرین به علاوه ایلان ماسک چرا ایلان ماسکش تاکید داره؟ چون ایلان ماسک جز نفراتی بودش که جز بنیانگذاران اوپن بود و هوش مصنوعی بود که اومدن گفتن که توسعه هوش مصنوعی متوقف کنید این تعداد الان رسیده به 33 هزار این آمار مال پری روزه همین الان هم چک بکنید حالا احتمالا چند تا رفته بالاتر شده هم الان همین تعداد باشه خب این یه درخواست سمبولیک بود عملا این قطار هوش مصنوعی که شروع به حرکت کرده توقف ناپذیره همونطور که تمامی تکنولوژیایی که ما در طول زندگی الان داریم نگاه میکنیم از زمان پیدایششون قابل کنترل نبودن، قابل توقف نبودن و به راهشون هم ادامه دادن و تنها اتفاقی که افتاد این بود که یه سری سیاست‌های کنترلی شکست خورده داشتیم و یک سری سازگاری برای انسانها اتفاق افتاد. پس ما اگر می‌خوایم هوش مصنوعی رو ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و به کجا خواهد رفت، بعد نگاهمون رو تغییر بدیم. ایشون جان مکارتی یکی از اولین نفراتی بودش که تو زمینه توسعه هوش مصنوعی فعالیت داشتن و عملا جزء پدرخوانده های این صنعت محسوب میشن و نکته خیلی جالبی که از تمامی این افراد سوال شده که هوش مصنوعی سراخر به کجا خواهد رفت جواب تک تک اونا این هست که ما هم نمیدونیم به کجا خواهد رفت یعنی حتی افرادی که پدیدآورنده این سیستم بودن این حالا پکیجی که ما به صورت هوش مصنوعی ازش یاد می‌کنیم خود اونها هم نمیدونن این پدیده‌ای که به وجود آوردن به عنوان یک پدیده اکتیو ما اینجا با تکنولوژی پسیو طرف نیستیم ما با به تکنولوژی اکتیو طرفیم که دیگه خودش رشد داره و برخلاف انسان که یه سری محدودیت‌های ذاتی داره مثل خستگی مثل نیاز به خواب مثل نیاز به غذا دیگه پردازنده پردازنده‌ها دیگه اونا خواب ندارن اصلا پارامتر زمان توشون مطرح نیست مسئله رشد توشون مطرح نیست اگر ما میایم میگیم که انسان‌ها در طول 200 سال توسعه پیدا کردن این 200 سال تو دنیایی که به قول معروف دو دنیای پسا هوش مصنوعی ما میایم به کار میبریم یا حتی دو دنیای تکنولوژیک و پردازنده میایم به کار میبریم این زمان ممکنه به کمتر از یک سال یا شش ماه برسه آقای جفری هینتون یکی از گذاران هوش مصنوعی توی گوگل بودن که از گوگل خارج شدن توی بحثی که راجع به هوش مصنوعی شد که حالا راجع به صحبت میکنیم که بزرگترین نگرانی از هوش مصنوعی این بودش که این هوش مصنوعی داره به آگاهی میرسه همون سنتینتی که گفتم که بلک اومد توی گوگل مطرح کرد یه بحثی و ایشون مطرح میکنن میگن که اصولا پدیده ها بدون هدف نمیتونن کاری رو انجام بدن یعنی اگر هوش مصنوعی به آگاهی برسه یه مسابقه خیلی جالبی بود که توی یوتیوب هم هست میتونید ببینید با ایلان ماسک میشه با یه دونه از این حالت های آواتاری که هوش مصنوعی داره خیلی جالبه ازش میپرسه که تو به آگاهی رسیدی برمیگرده میگه اگرم رسیده باشم نمیدونم بهتون بگم رسیدم یا نه یعنی تا این حد اون کرکتری که با هوش مصنوعی تولید شده داره استنتاج میکنه که با یه موجودی طرف به عنوان انسان که نمیدونه اگر بگه که من به, به آگاهی رسیدم برخورد اون انسان باهاش چگونه خواهد بود ولی یک نکته ای مطرح میشه که اصولا پدیده ها برای اینکه بتونن یه کاری انجام بدن باید هدف براشون تعیین بشه و این هدف توی هوش مصنوعی توسط کی تعیین میشه توسط انسان پس دوباره حتی به آگاهی رسیدن هوش مصنوعی که اگر بخواد حرکتی انجام بده یا به طور مثال از تحلیلاش بر علیه انسان استفاده بکنه یا اصلا در, جهت هر نوع مقصدی بخواد استفاده بکنه هدف مهمه حالا این آگاهی که در مجوی صحبت میکنیم موضوعیه که در طول سالیان همیشه برای انسانها مطرح بوده تفاوت حقیقت با واقعیت که اصولا ما تو دنیای الان داریم زندگی میکنیم چقدر از اون برداشتایی که پرسپشنی که از جهان پیرامونمون داریم مطابقت داره با اون چیزی که واقعا داره اتفاق میفته و اگر هم بخوایم نگاه بکنیم برمیگرده به نظریه قار افلاتون افلاتون در اون زمان نظریه قارش اومد مطرح کرد نظریه قار نظریه خیلی ساده ای هم بود و در این حال بسیار پیچیده بود به این شکل بودش که چند نفر توی قار نشسته بودن رو به دیوار نوری پشت سرشون بود و اتفاقاتی که پشت سرشون میافتاد اینا به صورت سایه های روی دیوار میدیدن و تمام برداشتشون این بود که اون چیزی که دارن میبینن کاملا مطابقت داره با اتفاقی که واقعا توی جهان واقعیت داره میفته تا اینکه یکی از این افراد از قار میزنه بیرون یا یعنی این افراد به و زنجیر بودن یکیشون میره بیرون برمیگرده میبینه نه اصلا اون دنیایی که تو واقعیت هست اصلا یه چیز دیگه است یه چیز متفاوت یه. بر برمیگرده به اینا با کلی هیجان و نگرانه میگه که آقا اصلا این چیزی که شما دارید نگاه میکنید یعنی اون چیزی که جلوی چشم ماست ما اسما داریم برداشت میکنیم این اون واقعیت جهان نیست دا. حالا اینجا تفاوت واقعیت و حقیقت مطرح میشه خب اون افراد نمیتونستن بپذیرن چرا چون به اون درک بیرونی نرسیده بودن تو این عکس هم خیلی جالب میاد نشون میده که تازه این فردی که نشسته تازه به اینجا رسیده که میگه اه اینا سایه رو دیوار نفر پشت سری هم بهش میگه همیشه سایه بوده یعنی اصلا ما همیشه نگاه ما به اون دیوار بوده که در حقیقت با اون واقعیتی که میخوایم بهش نگاه بکنیم تطابق نداشته پس چیزی که انسان نگرانه رسیدن هوش مصنوعی به نوعی از درک و آگاهیه که بعدها ممکن باشه بر علیه انسانی خودش رو نشون بده تو خیلی از فیلم ها میبینیم تو خیلی از فضاهای ساینس فیکشن هم میبینیم تو فضاهای حالا تخیلی که مثلا هوش مصنوعی پیشرفت کرده یه سری ربات ها به انسان حمله کردن الان مثلا بوستون روباتیکس اون تک تک اینا تو یوتیوب میتونید سرچ بکنید خب ربات داره تولید میکنه ربات رو داره ایجاد میکنه که خب توانای هم دارن توانای حرف دارن توانای تشخیص اشیا دارن پستی بلندی تشخیص میدن تعادلشون رو حفظ میکنن حتی تو زمینه های, های روباتیک اتفاقاتی افتاده خب اینا چیزایی هستش که همیشه عامه مردم رو نگران میکنه که این مسیر به کجا خواهد رفت چه اتفاقی خواهد افتاد یکی از بزرگترین متفکرانی که ایجاد نگرانی کرده از بابت کلن وجود هوش مصنوعی آقای یووال هراری هست که خب کلن اصلا کانسپت انسان خردمند کانسپتی هستش که ایشون مطرح کردن و خب ایشون یک انسان شناسند و اصلا نوع نگاهشون به پدیده و مسیر رشد جهان متفاوته خب نظر ایشون اینه که کلن انسان توسط هوش مصنوعی کمر به قتل خودش بسته یعنی انسان یک پدیده به وجود آورده که موجودیت خود انسان رو به خطر انداخته برای همین من اصلا الان اینجا نمیخوام بگم کدوم نگاه درسته یا این نگاه غلطه کلا ما الان با پدیدهایی طرفیم که نمیتونیم صرفا از یک زاویه به اونا نگاه بکنیم و برای همین گفتم اصلا با دیدگاه فلسفه تکنولوژی اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم نه خیلی سرمست باید بشیم که چه اتفاقی داره میفته نه خیلی نگران بشیم که چه اتفاقی داره میفته چرا چون الانی که ما اینجا وایستادیم ما الان شبیه همون معلمایی هستیم که سال 1988 برای ماشین حساب ابراز نگرانی میکردن و نمیدونستن که مسیر به کجا داره میره همین الان اگر با ما بگن که ماشین حسابو میخوام از زندگی حذف بکنم یه چیز به درد بخوریه اصلا شاید واسه ما اصلا موضوعیت نداشته باشه این نوع نگاه پس موضوعی که هست ما باید برای دوران پس از هوش مصنوعی بتونیم مدل فکری و نگاهمون رو تغییر بدیم که چه اتفاقی خواهد افتاد خب جمله معروف اسیو جابز اگر بخوایم واقعا یک نوع نگاه متفاوت داشته باشیم طبیعتا با نگاهی که قبلا این اتفاق افتاده بود یا دوران پیش ای آی نمیتونیم به موضوع نگاه بکنیم زندگی که ما امروز داریم بعد از به وجود اومدن حالا گوشی موبایل، اینترنت و تکنولوژی اتفاقی که برای ما افتاد تمام ادراک و برداشتی که ما از جهانمون داریم دوستیامون، درس خوندنمون، ارتباطمون با محیط همش داره از توی این صفحه گوشی موبایل میگذره همش داره از کامپیوتر میگذره داره از اینترنت رد میشه تو های اجتماعی داریم میبینیم توی پلتفرما داریم میبینیم توی اخبار داریم میبینیم تو تیک تاک یه فضاست تو اینستاگرام یه فضاست این فضایی که صحبت میکنیم حاصل تعاملات ماست پس در حقیقت اون چیزی که ما الان داریم برداشت میکنیم از جهان پیرامونمون داره از یک فیلتر تکنولوژیک رد میشه در طول تاریخ وقتی بخوایم نگاه بکنیم برداشت انسان از اتفاقات و تصمیم گیریاش هم بر اساس همین روندهای تکنولوژیک بوده زمانی مفهوم مرگ برای انسان از کار افتادن قلب بود و از کار افتادن ارگان ها بود می گفتن که خب این فرد مرده خب بعد از به وجود اومدن دستگاه ونتیلاتور چطور شد یعنی اگر ما یک فردی رو داشته باشیم که حالا ضربان قلبش رو با ونتیلاتور نگه داشته باشیم و پالس داشته باشه حالا اون فرد رو بگیم زنده یا مرده پس با دیدگاه های جدید با روندهای تکنولوژی ما می‌بینیم که مفاهیم و معانی تغییر می‌کنند مفهوم مرگ مغزی میاد مفهوم اتانازی میاد اگر مفهوم اتانازی نبود شاید قبلش قتل محسوب میشد پس این روندهایی که به وجود اومدن نوع نگاه ما رو به تعبیر و تفسیر ما از وقایع تغییر دادن بعد از به وجود اومدن های اجتماعی و تکنولوژی مفهوم ما از دوستی تغییر کرد کسی لایک نمیکنه ناراحت میشیم یک انجام ندادن یک اتفاق مجازی اثر واقعی رو بدن من میذاره فالو میکنیم تعبیر میکنیم به دوستی آن میکنیم تعبیر میکنیم به قر کردن اتفاقی توی گوشی یا پلتفرم داره میفته رو سمی که تو بدن من داره ترشح میشه تغییر تاثیر میذاره پس ما با یک تغییر کانتکست با یک تغییر مفاهیم طرفیم خب حالا که ما توی تکنولوژی های پسیو مثل اینترنت مثل شبکه های اجتماعی مثل سوشال پلتفرم‌ها میگیم که مفاهیم تغییر میکنه مفهوم مرگ تغییر میکنه یا فیلم هری که در ابتدا نشون دادن مفهوم عشق تغییر میکنه تو فیلم هر تئودور یه قسمتی از فیلم میشینه روبروی نامزدش و به نامزدش میگه میخوام از تو جدا شم بعد میگه که خب میخوای جدا خب باشه حالا ما که توافق کردیم جدا شیم حالا تو میخوای با کی زندگی کنی میگه من با یه A.I آی میخوام زندگی کنم بعد میگه تو میخواد از من جداشی با یه ماشین زندگی کنی میگه آره منو درک میکنه من وقتی باش حرف میزنم حرف منو میفهمه خیلی با من چالش نمیکنه با من بحث نمیکنه سعی میکنه حال منو خوب بکنه پس ببینید ما با یه سری پدیدهای طرفیم که این کانتکست ها رو دارن برای ما تغییر میدن اگه با این نگاه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم دیگه نمیگیم هوش مصنوعی داره مشاغل رو از بین میبره یعنی نگاه میکنیم این از بین رفتن مشاغل صرفا باز شبیه همون سال 1988 معلماس که از ماشین حساب میترسیدن اتفاقاتی که در راهه حالا از دیدگاه من حالا با این نوع نگاه اتفاقات بسیار بنیادی تری خواهد بود ایشون هم که فکر میکنم معرف حضور باشن دیگه یعنی فکر میکنم کمتر کسی باشه که الان ایشون رو نشناسه مدل تی 800 دو ترمیناتور 1 ایشون مدلشون تی 101 بود تو ترمیناتور دو شد تی 800 همینجور که نسخه های فیلمی رفت بالا مدل ایشون هم تغییر میکرد تا آخر رسید به مدل تی 850 خب خیلی مطرح میشه که هوش مصنوعی تموم شد انسانیت تموم شد دیگه ما الان میان ما رو میزنن نابود میکنه داره پیشرفت میکنه داره به آگاهی میرسه خیلی وقتا هم یه سری اخبار ها میاد حدود دو سه هفته پیش بود یه خبری اومد که یک درون ارتش آمریکا خودش تصمیم گرفته کنترلرش رو زده هوش مصنوعی هم کنترل شده خیلی هم جالبه همه اخبارها یهو یه بعد از یه سری هایپ خبری یهو یه هوش مصنوعی فعال شد عکس کانورت کرد فیلم درست کرد نمیدونم خلبانش رو زد در صورتی که ما راجع به هوش مصنوعی که داریم صحبت میکنیم خب خیلی توانایی داره یعنی نوع نگاهی که اتفاقاتی که میتونه بیفته از دید خیلیا و از دید خود من از این جنس نخواهد بود که ما با یک سری ربات طرف خواهیم بود که به ما حمله بکنن و برای ما ایجاد خطر بکنن ما با این فضا طرف خواهیم بود این فضا برای شما تداعی کننده چیه ماتریکس. ماتریکس که حالا این روزا خیلی هم تو صحبت ها میشنویم که مثلا افراد وقتی میخوان با هم صحبت بکنن که مثلا درگیر روزمره یا ساعت نواش مثلا میگن از ماتریس بزن بیرون فیلم ماتریکس میاد یه کانسپتی رو مطرح میکنه یه کانسپتی که حدود فکر میکنم بالای 15 سال پیش اومد مطرح کرد یک نگاه متفاوتی بود که این نوع نگاه متفاوت با این سوال شروع شد با این سوال شروع شد که نئو که کیانو ریوز بود در ابتدای فیلم بهش پیشنهاد دو تا قرص میشه که مثلا هی میگفته آقا به من بگید چه خبره چه اتفاقی داره میفته که برگشت گفتش که اگر قرص قرمز رو بخوری وارد جهان ماتریکس میشی وارد اون جهانی بود که شبیه سازی شده بود شما به قول معروف با یه سری آموزش های خیلی ساده میتونستید حتی روندن هلیکوپتر رو یاد بگیرید جاذبه رو تاثیر نداشت مفهوم مرگ متفاوت بود و با خوردن قرص آبی تو میفهمی که واقعیت جهان چیه ولی خب شرایطی که ما الان توش هستیم خیلی ساده است در حقیقت قرص آبی دیگه وجود نداره ما هممون هم درگیر جهانی هستیم که پروژکت شده از توسط تکنولوژی و ما در این مسیر دقیقا به همین شکلی که میتریکس میگه داریم رفتار میکنیم برای همین هم هستش که من صحبت رو با مفهوم آگاهی شروع کردم یا با مفهوم قار افلاتون شروع کردم و اساسا نگاه انسان چرا یهو خب به این پدیده ها جلب شد و نگران شد از اونجایی جلب شد که انسان همیشه علاقه به نامیرایی داره انسان همیشه علاقه به رپلیکیت کردن خودش داره الان نورولینکی که ایلان ماسک درست کرده که تراشه‌ای که توی مغز قرار داده میشه که میتونه افکار شما رو کنترل بکنه خب طبیعتا هم برای ما جذاب هم برای ما نگران کننده است و انسان از یه جای به بعد به این نتیجه رسید که من چاد دارم یه چیز درست میکنم که داره رقیب خودم میشه پس بعد با یه مدل دیگه بیام نگاه بکنم و در حقیقت حالا اگر بخوایم ببینیم که خب بالاخره حالا با این تفاسیر که صحبت کردیم به اینجا رسیدیم خب این هوش مصنوعی بالاخره به آگاهی میرسه یا نمیرسه یا بالاخره چه اتفاقی برای ما به وجود میاره با توجه به اتفاقاتی که توی تکنولوژی پسیو موبایل اینترنت و شبکه های مجازی اتفاق افتاد ما باید منتظر یک پدیده باشیم یک تکنولوژی باشیم که به صورت سوشالی ما رو دیسرابت بکنه مفهوم دیسراپشن یا دیسراپتیو بودن مفهومی هستش که اصولا وقتی اثرگذار میشه تمامی شونت زندگی شما رو در بر میگیره یعنی اگر موبایل اومد تمامی این مفاهیمی که برای ما تغییر داد مفاهیم زندگی کار علاقه دوستی ما با یه کوشه مصنوعی طرفیم که حالا به من کمک میکنه من یه شکل دیگه ببینم بهرهوری من توی تحلیل اتفاقات بالاتر بره اونجاهایی که من به عنوان فیزیکی به یک انسان توانایی تحلیل ندارم یا به زمان بیشتری لازم دارم پوش مصنوعی که به طور مثال واتسون آی بی در روش کار میکنه میتونه با 99 و 99 عام درصد تحلیل بکنه تمام دادای پزشکی رو و در درمان سرطان کمک بکنه پس من دیگه از اینجا به بعد یک انسانی خواهم بود که به کمک هوش مصنوعی توانمندتر شدم و در حقیقت از یک جایی به بعد ما به غیر از انسان خردمند با یک انسان باهوش طرفیم با یک انسان ملبس شده توسط هوش مصنوعی طرفیم و در حقیقت این هوش مصنوعی نیستش که خودش به آگاهی میرسه این انسان هایی هستن که با استفاده از هوش مصنوعی در حقیقت پروژکت کنندگان آنچه که پشت اون دستگاه داره اتفاق میفته خواهند بود و در انتها بخوام خدمتتون بگم تمامی این صحبت که الان من براتون کردم شما به هیچ از قابلیت توانایی اینو ندارید که متوجه بشید اینا حرفای من بوده یا حرفای بوده که توسط هوش مصنوعی من آماده کردم و در حقیقت اگر قسمت دوم باشه من برای شما فقط سخنگو بودم سخنگوی هوش مصنوعی بودم که نگران آگاه شدنش هستیم و این نوع اتفاقی هستش که در نهایت برای انسان در سطح جامعه و در سطح لایه‌های زیرین خواهد افتاد و همونطور که با فیلم هر نشون داد که یه سری مفاهیم احساسی توی لایه‌های رفتاری انسان تغییر کرد. از حالا به بعد باید ما دنبال انسان‌های توانمندتر باشیم که قابلیت استفاده از امکانات هوش مصنوعی و باهوش شدن در مقابل انسان‌هایی که عملا نتونستن از اون استفاده بکنن و, و به دنبال اون تغییر مفاهیم حتی مثل هوش، مثل سواد و مثل توانایی افراد باشیم. سپاسگزارم. مرسی از شما.